داشتن یک ذهن آرام اصلی ترین لازمه ی حرکت هر آدمی در مسیر موفقیتش است. این چیزی نیست که شما این رو ندانید چیزی هست که متاسفانه با وجودی که بهش علم دارید خیلی نمیتونید به عمل تبدیلش بکنید خیلی نمیتونید افسار اسب چموش ذهنتون رو به دست بگیرید و خیلی نمیتونید ذهن آرامی داشته باشید این در حالی هست که اگر 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 ذهن ناآرام داشته باشید خیلی نباید امیدوار باشید که به اهدافتون برسید حتی اگر به اهدافتون رسیدید خیلی نباید امیدوار باشید که از زندگیتون لذت ببرید ولی خب میدونم به عنوان آدم هایی که در جستجوی راه های رسیدن به ذهن آرام هستید الان این ویدیو رو کلیک کردید در نتیجه در این ویدیو میخوام در مورد پنج قانون رسیدن به یک ذهن آرام با شما صحبت بکنم پس تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همه خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید چه فرصتی بهتر از الان یه دکمه سابسکرایب بزنید کنارش دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه خب بیایید از این صحبت بکنیم که اوضاع ذهن شما از چه قرار هست وقتش رسیده که برید در کامنت ها و از عدد ده به آرامش ذهنی خودتون نمره بدید اگر آرامش ذهنی بالایی دارید عدد 10، 9، 8، و اگر متاسفانه از ذهن ناآرام و نامنظمی برخوردار هستید باید عددهای پایین تر بدید اما یه اطمینانی رو بهتون میدم این که اگر نکاتی که در این ویدیو با هم مرور میکنیم رو در قالب پنج قانون ذهن آرام حداقل سه تاش رو رعایت بکنید و عادت بکنید به رعایت کردنش اوضاع در حوزه آرامش ذهن بسیار بسیار بهتر خواهد بود پس بریم با پاورپوینت ویدیوی امروز صحبتمون رو شروع بکنیم پنج قانون رسیدن به ذهن آرام و شما همراه هستید با کانال یک پله بالاتر قانون شماره یک چی میگه کنترل ورودی های ذهن کنترل ورودی های ذهن من در اپیزودی که برای کست باکس در واقع برای رادیو پله ضبط کردم اونجا یه مثالی آوردم همون فلبدا فل هم این مثال اومد ولی انقدر قشنگ به ذهنم نشست که میخوام در مورد این مثال همینجا هم صحبت بکنم دوستان ذهن ما شبیه یک اتاق میمونه یه اتاقی که اگر درش رو باز بذارید که هر کی از راه میرسه هر زباله ای رو بندازه در این اتاق شما هر چقدر هم بخواید اتاق رو مرتب و منظم و تمیز بکنید باز سرعت ورود زباله از دم در بسیار بیشتر از سرعت تمیز کردن شما هست حالا شما این ذهن رو هی میخواید مرتب و نظم بکنید ولی انقدر ورودی کنترل ناشده روی ذهنتون دارید انقدر هر کی از راه میرسه یه دیتایی به شما میده یه ویدئویی به شما نمایش میده یه اطلاعات درست یا غلطی به شما میده که حالتون منقلب میشه و ذهنتون ناآرام قانون شماره یک ما میگه که برای داشتن یک ذهن آرام شما باید ورودی های ذهنتون رو کنترل بکنید اگر ورودی های ذهنتون رو کنترل نکنید اتفاقی که میفته این هست هر چقدر هم تلاش بکنید برای داشتن ذهن آرام انقدر این ورودی ها از جنس برهم زننده آرامش هستن که شما نمیتونید راه به جایی ببرید بذارید یه نکته مهم رو هم اینجا ازتون بپرسم این نکته این سوال میتونه تلنگر اساسی برای شما باشه دوستان جان هر چیزی که زمین افتاده هر ماده غذایی که زمین افتاده و پا روش گذاشته شده مگس روش نشسته له و لورد شده رو آماده هستید از زمین بردارید و میل بکنید اگر پاسختون به این سوال منفی هست اغلب محتواهایی که شما در شبکه اجتماعی دریافت میکنید از جنس همین ماده خوراکی است که افتاده زمین و له شده یعنی چی؟ یعنی یه حرف تکراری رو هی این میگه اون میگه این میگه اون میگه و شما هم هر روز ده ها بار اینو وارد این ذهنتون میکنید مطمئن باشید که از آرامش فاصله خواهید داشت اسلاید شماره دومون چی میگه؟ قانون شماره دو برای رسیدن به آرامش شناخت وضعیت احساسی خودتون در هر دوران هست ما داریم از آرامش ذهن صحبت میکنیم آرامش ذهن ما به شدت در ارتباط است با آرامش روح و روان ما و آرامش روح و روان ما تنها زمانی رخ خواهد داد که ما وضعیت احساسی خودمون رو درک بکنیم بذارید یه مثال بزنم خدمتتون فرض بفرمایید که در دوره ای از زندگیتون احساس یأس و ناامیدی دارید نمیدونید در چنین وضعیتی هستید اولا که خب خیلی برام عجیبه که چطور ممکنه یه آدمی در یک وضعیت احساسی باشه و ازش بیخبر باشه حالا آمدیم و شما این وضعیت احساسی رو درک کردید وقتی هیچ اقدامی براش انجام ندید و همش در همون وضعیت احساسی بمانید شما ذهن ناآرامی خواهید داشت قانون شماره دو ما برای اینکه به یک ذهن آرام برسیم شناخت وضعیت احساسی در هر دوران هست وقتی که این وضعیت احساسی رو میشناسیم و وقتی که اقدام میکنیم برای اصلاح این وضعیت احساسی متعاقب اون ذهنمون هم آرام خواهد شد قانون شماره سه ما اقدام به جای فکر کردن هست حالا اگر از من بپرسید که آقای نامدار یعنی یه ویدیو ساختی که بگی فکر کردن اشتباه هست جواب اینه که نه فکر کردن مهمترین کاری است که شما باید انجام بدید فکر کردن اساس رشد و پیشرفت شما هست فکر کردن حتی اساس آرامش خاطر شما در زندگی هست ولی از یه جایی به بعد هر چیزی که بهش فکر کردید و هر برنامه‌ای که چیدید باید انجام بشه و عملیاتی بشه دوستان جان بخش بزرگی از استرسی که شما در زندگیتون تجربه می‌کنید به واسطه فکر کردن و عمل نکردن هست یعنی چی یعنی یه برنامه می‌چیدید نمی‌رید سراغش یه هدفی برای خودتون میذارید میخواد یه کارهایی برای اون هدف انجام بدید امروز میگذره هیچی فردا میگذره هیچی پس فردا میگذره هیچی و این اساس و بنیان ذهن ناآرام شما هست خیلی از شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید به خاطر یه تلفنی که باید ده روز پیش میزدید و نزدید الان از آرامش ذهن به دور هستید انصافا دیگه دقت بکنید به خاطر یه کار کوچولوی که باید میکردید و نکردید الان ذهن ناآرامی دارید اقدام کردن به جای فکر کردن بیش از اندازه ذهن شما رو آرام خواهد کرد اسلاید بعدیمون و قانون شماره چهارمون اعتماد به نتیجه هست میخوام در مورد این موضوع یه ذره بیشتر با هم دیگر صحبت بکنیم اعتماد به نتیجه دوستان ما در این جهان تنها کاری که میتوانیم انجام بدیم اقدام کردن است اقدام کردن به چه چیزی به هر آنچه که امروز روز ذهنمون میگه این کار درستی هست خیلی از شماها میدونید یه کاری رو باید انجام بدید قبلا یه ویدیو ضبط کردم در مورد اینکه لبه پرتگاه رو باید تشخیص داد و لحظه پرکشیدن رو درست تنظیم کرد خیلی از شماها الهامات قشنگی از این سیستم دریافت میکنید میدونید که وقتی هست که باید یه چلنجی رو استارت بزنید و یه اقدامی رو داشته باشید و یه کاری رو شروع بکنید ولی این کار رو انجام نمیدید چرا؟ چون نگران نتیجه هستید نتیجه اصلا در دستان شما نیست اولا که نتیجه بسیار احتمالی هست هیچ آدمی نمیتونه روی هیچ نتیجه شرط ببنده ما در جهان احتمالات داریم زندگی میکنیم نیکولاس طالب در کتاب قوی سیاه اثبات میکنه که اصلا ریسک یعنی چی و اینکه نتایج این زندگی چقدر دور از چیزی است که ما تصویر رو تصور میکنیم ولی خب ببینید از یه جایی به بعد من آیدین نامدار باید خیالم رو از اون نتیجه راحت کنم چه یعنی بگم که اصلا به من ربطی نداره ولش کن تو چیکار به نتیجه داری و یه جایی به بعد من باید ایمان به نتیجه داشته باشم وقتی که من ایمان به نتیجه داشته باشم اقدام رو استارت خواهم زد و همین منجر به آرامش ذهنی من خواهد شد یه مثال عملی بزنم دوستان اعلام کرده بودن که از زندگی کاری و زندگی غیر کاری خودت مثال میاری بیشتر ملموس بشه خب ما دقیقا یک ماه قبل از اینکه این ویدیو رو ضبط بکنیم یه چنل جدید روی روی یوتیوب ران کردیم به اسم پله بی اس پله بیزنس سکول که اونجا محتوایی در حوزه مدیت کسب و کار من منتشر میکنم واقعیت شو بخواید من نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار این چنل جدید من هست نمیدونم اصلا سابسکرایبر میگیره نمیگیره ویو بالا میگیره به درآمد میرسه اونجا من رو به اهداف کسب و کاری خودم میرسونه یا نه نم. من نمیدونم ولی چون یک اعتمادی به نتیجه دارم چون باور دارم که این راه من رو به یه جایی بالاخره خواهد رسوند چون باور دارم هر آدمی در زندگیش هر کاری رو در نهایت خلوص نیت در نهایت حال خوب در نهایت ایمان و اعتقاد به اون نتیجه انجام بده حتما نتیجه خوا... حاصل خواهد شد اصلا یه بار کلا اونجا رو بوسیدم گذاشتم کنار و هیچ فکری بهش نمی کنم نگرانشم هم نیستم همین باعث آرامش خاطر من شده برای همینم هم هست که قانون شماره چهار ذهن آرام این هست که تو کارتو بکن ول کن نتیجه رو تو حرکت تو بکن شما وقتی که در جاده رانندگی میکنید هی به این فکر میکنید که من میرسم تهران یا نمیرسم من میرسم شیراز یا نمیرسم دارید رانندگی تو میکنید لذتتون رو میبرید چون مطمئن هستید که این راه شما رو به شیراز یا به تهران یا به اصفهان خواهد رسوند پس در هر اقدامی که انجام میدید هم ایمان به نتیجه داشته باشید و قانون شماره پنج ما صلح با درون و بیرون هست این موضوع به اندازه مهم هست که من یک ویدئوی بسیار مفصلی رو در موردش منتشر کردم دوستان جان تا زمانی که با خودتون در جنگ باشید با جسمتون با روحتون با وضعیت خانوادگیتون با وضعیت اجتماعیتون با وضعیت تحصیلیتون آرامش ذهن اصلا بیمعنا خواهد بود برای شما یک نیروی جنگی یک سرباز در شرایط جنگی در شرایطی که با پوتین میخوابه دست به اسلحه میخوابه در سنگر میخوابه اصلا خواب آرامی تجربه نمیکنه که و خیلی از شما امروز روز در زندگیتون در چنین وضعیت جنگی هستید با پوتین میخوابید اما نمیدونید با کی دارید میجنگید دشمن شما کیه شما اصلا با کدام نیروی نیروی غیر دارید مبارزه و محاربه میکنید با کی دارید جنگ میکنید جواب که با خودتون جوابش اینه که با زندگیتون جوابش اینه که با جسمتون با قیافتون با قد و هیکل و اندامتون دارید جنگ کنید و چنین آدم هایی که متاسفانه احتمالا شما یکی از اونها هستید روی آرامش رو به خودشون نخواهد دید سل. سل تنها راه حال خوب این هست که هر آنکه هستید و هر آنچه دارید رو بپذیرید بعد به اصلاحش فکر بکنید و نکته که میتونم اینجا به عنوان یه تقلب اساسی به شما بگم این هست که راضی خواهیم بود قانع نخواهیم بود یعنی چی؟ یعنی که از آنچه که داریم حالمون خوب خواهد شد ولی هیچ وقت نمیگیم این بسسمه و این برای من کافی است اینجا مرور کردیم یعنی تا اینجا صحبت کردیم از پنج قانون بسیار بسیار مهم در مسیر ذهن آرام ذهن آرامی که خودش ذات زندگی آرام و لذت بخش است و الان رسیدیم به جایی که میخوایم مرور داشته باشیم خب اگر دوربین رو هم دوستان عوض بکنن بله متشکرم پنج قانون برای رسیدن به ذهنی آرام قانون شماره یکمون کنترل ورودی های ذهن تا زمانی که ذهن شما یک زبالدانی هست که هرکی از راه میرسه هر خبری هر چه میدونم گزارشی هر عکسی هر فیلمی رو میریزه اون تو شما به ذهن آرام نخواهید رسید دو شناخت حال در لحظه شناخت وضعیت روحی در لحظه و حرکت به سمت اصلاح اون سه اقدام به جای فکر کردن انقدر نشینید اوورثینکینگ داشته باشید بالاخره یه جا باید بلند یه جایی رو بکنید یه چیزی رو وصل کنید یه چیزی رو بسازید و درست بکنید اعتماد به نتیج... نتیجه ول کنید نتیجه رو خیالتون رو از نتیجه آرام و راحت بکنید شما کارتون رو بکنید نتیجه خود به خود خواهد آمد و در نهایت هم صلح با درون و بیرون با هر چه هستید هر که هستید و با هر چه دارید شما باید حالتون خوب باشد تا به ذهن آرام برسید اینجا پایان این ویدیو هست و قرار است که یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو نمایش بده و الان اگر سابسکرایب نکردید یه دکمه سابسکرایب بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید و وقتی ویدیو جدید من منتشر میکنم یوتیوب شما هم باخبر بکنه یکی از اون دوتا ویدیو رو هم انتخاب بکنید و راهتون رو با من آیدین نامدار در کانال یک بالاتر ادامه بدید منتظر نظرات ارزشمندتون هستم تا درود بدی در پناه حق بدرود خدا نگهدار